احمد جان نریزه رو گاز. نه بازم هست. خب بعد از سه قاشق شکر چی باید بریختیم؟ چی نوشتی؟ زعفران. ای بابا دستم به شما نکنه. اصلا دستم به شما نکنه. خیلی خواهش بکنم. زعفران سلب چقدر؟ دو قاشق چای خورید. خب سلب و زعفران ترشی آلبالا هم فرستاده به من. اینجور خوش میخوای بدم؟ نه دست درد نکنم. خدا رو شکر کنم تونل نشکستن اینا. خدا رو شکر. البته لیلا خانم فراموش نکنین به خاطر مراقبت های منه ها. قدم ترشی فرستاده. پسیده چند روز شد احمد؟ عرض کنم که 5 روز. آخه 6 ماه و 5 روز. خب شما از عقد حساب کردی؟ ما یادم نه پسر نداریم. کشمش بریزیم توش؟ کشمش؟ آره دیگه میشه مثلا این کشمش. خیلی نیفم. خوشگل شد. ای شما این؟ بله. چقدر از بچگی عوض شما؟ دلت هم بخواد معلومه به من میبرد. نه او هم یادی که شبیه من میشه. نه اون که شبیه من میشه. بیا زنگ بزن. میدنیم کوچولو شکرش کم. خیلی خوب شکر میزنیم. احمد من اینجور کرد. دستم خسته شما. یه هوسی کردم بگم احمد آقا. سلام علیکم. آقا چه سلامی چه علیکی. ببین بی انصافا چقدر نوشته. نگاه کن من تو این خونه تنها اینقدر برق مصرف میکنم. ببینم شما تو اداره برق آشنا ماشنا نداره که سر بوت کنترل ما رو کمتر بنویسن. بنده هر چقدر سهمم باشه تو این 5 روز تقدیم میکنم خدمتتون. منظورم چی میفهمه؟ یعنی شما سفارش کنید بگید که من این بالا میشینم اون موقع میام کنترل رو کمتر مینویسم. کریم آقا کنترل برق موج رادیو نیست دستکاریش بکنیم درست بشه که با عزت رسوم من میگم که از شما چقدر خوشم میاد. ببین کریم آقا علچه مستظر پیدا نمیکنه. شما با بقیه خیلی فرق دارید. خیلی هم ممنون. تشکر. لطف دارید. با عزتون من زحمت کم میکنم. آقا اول صبح لااقل یه استخاره سر پای از ما بگیر. چشم. چشم. من این دوست سیدی دارم میگم براتون استخاره بگیره. شب جوابش رو خدمتتون تقدیم میکنم. آقا با عزتون زحمت. نه من ندیرم. خدا نگهدار. جواب سر بالای دیر ها. تفویض یعنی آخر و تای تسلیم. مسلمانی قشنگ و درست یعنی تفویض. آدم کارش میده دست دست. سلام علیکم. واگذار که کردی یعنی سیمت وست شد. خودشه که کلیدو میزنه. کی و کجا و چه وقت دست بنده نیست. روشن شدنشن با خودشه. خب تو هم که کار خودتی کردی مبادا نگران شی. سریتر تمومش کن. این چرا اینجا؟ بودو مطلتان کودو.
ببینم برق خانه تموم کردی؟ بله بله. دست شما درد نکنه. خدا قوت. خسته نباشید. آه یه لحظه نه. سلام. سلام علیکم. خسته نباشید. خدا خیر. بعدش من چند بار به شما بگم مثلا دیپلمت هم نمیخوام. وا احمد آقا بعد از زایمان چند بار بیشتر تو کنکور نمونده. کنکور یه حواسی کرده. آقای عزیز چه؟ بیجا من دیگه بچه پر رو احمد حالت خوبه؟ بفرمایید. باز داری گریه میکنی نه؟ مادر شدن خیلی سخته احمد ها. بیا کنار در میبین. بعضی مردا چه آقای سنگ دله. از شما درد نکنم. شما رو نگفتم تا بعضی ها. کلام پولو چی شد؟ داره حاضر میشم. ده با اینو دیدی نه؟ اقاب پوشو شنیدم دیگه سیر شد. یه چیز ساده تر عوض کرده بودی چون کلم پلو سخته بعدش هم تلویزیون نمیشه اعتماد کرد دیگه. بعد زنگ میزدین مادرتون از سورپختش رو میگرفتین اینجوری یکم سخت شده. بفرمایین بابا این سیدی خط برداشت انقدر شما اینو دیدین. خاموش نکن. نه امیرعلی ما نخواد فیلم غمناک ببینه کیو باید ببینه؟ مامانشه. قربون مامانشو خودش. تدیگاش خوشمزه بود. تدیگاش سوخت. من یه ذره گذاشتم دهن. ببخش. غذا کریم آقا ببرد. یه قاشق بخورم. ببر دیگه. یه قاشق از شما میخورم میرم. احمد آقا. حتی به اینجوری میگی من تنه بدنم میدرسه. یه حوثی کرد. میگم دخترش هم امرت بیاد کریم آقا از تنهایی در میاد نه؟ ایشالا تونتر حول بخورم خونکتر هم میشه. خطر داره بچه هم یه وقت میترسه. احمد آقا کم زشت نیست اینطوری؟ کم خجالت میکشم. نه بابا کسی نیست برشم بیارانه برای شما واجبه. دست شما درد نکنه نخوری ها گوشواره. میخواین الان باز نکن نیلا جان رفتیم خونه اون موقع باز کن. نه صدای انگشتر میده. برای امیرعلی خریدی؟ قشنگی حس درد نکن. کاش چیز گرمتر عوض کرده بودی مثلا آش دوغی لبوی باقالی داغی بستنی هم شد عوض.
نه پدر سلواتی امروز اصلا تکون نخورده. مادر جو اسم نوه خاله زینت چی بود؟ دکتر نگفت قرصاتون رو سر وقت بخوری؟ من توی این شهر غریب دق میکنم. نذاریم باز به عمل بکشه خدایی نکرده. معلوم بود با هول دادن روشن میشه. دست شما در نکن. نه خواهش میکنم. اختیار داریم. باتری ها چینی هن. یه هفته که استارت نمیخوره میخوابن. دختر خانومتون ناراحت بوده از چیزی؟ شما به دل نگیرین. این زبون ها مثل من و شما نیستن که حوصله داشته باشن. تا یه آخون میبینن یه چیزی میگن. بله. ببخشید. ببخشید جسارت یه لحظه اینو. شما تو اداره آشنا دارین این کار ما را حل کنه؟ اداره؟ آره. بله. ببخشید. احساری هست؟ بله. نه من که دادگستری آشنا ندارم. شما چه جور آخوندی هستی؟ هیچ آشنا نداری؟ ندارم خوب. ولی اگه کمک از دستم برمیاد در خدمت هستم. و نکن بیا بشینین جایین میزنم اتا یه نکن دست کن نظر رو صورتت کثیفه بگیر نکن اونجوری بشین چه عجب یه ساعت رفتی حساب داری جواز دفن منو بگیری شلو چقدر لفتش دادی بینو بگیر بینو بگیر وای همجوری گریه میکنه یکی هم تو شکم همجوری بول میخوره شورش رو دیگه در آوردن پیروز میگن یه بچه کافیه دیروز میگن واسه هر بچه یه میلیون میدن کو ندادن که امروز هم یه تابلوی بزرگ زدم میگم بچه بیشتر زندگی قشنگتر من نمیدونم زندگی واسه اینه خرج نداره که هر روز واسه مردم یه نسخه می‌نویسن آقا شما بفرم بشینید خواهش می‌کنم بفرم سلام علیکم ماشاءالله بچه به این گلی برکت زندگی بفرمایید همراه لیلا بفرمایید همراه معینی اینجاست بله هستم خانم شما شوهرش بله من همسرش هستم اتفاقی افتاده نسخه پزشک درمونگاه مال یه ماه پیش بود و شما الان زنتو میاری واسه سونوگرافی؟ بله این دفترچه بیمه‌اش هفته پیش درست شد طوری شده خانم دکتر این دختر بعد خیلی زودتر از اینا تحت نظر پزشک میبود آخه آدم زنشه که سه قلو بار داره اخه دیر میاره واسه سونوگرافی؟ سه قلو آج آقا سه قلو پشید بیارین تو کارتون دارم درم پشت سرتون ببندیم حالا برکت از سر کول زندگیتون میره بالا بری کیف دنیا رو بکنیم ببینیم ما چی کشیدیم اینم از دختری سومی آخی مثل مامانش یه ریزه میزه است همین روزا باید تکون خوردناشون رو حس کنی ها باید استراحت مطلق کنی وگرنه یه وقت دچار زایمان زودرس میشی ها بعد اون وقت خانم دکتر این مطمئنه دیگه اینم صدای قلبش فکر کنم دارن میگن مامان جون خیلی دوست داری اینطور نیست آج آقا اگه این گریت از خوشحالیه که اشکال نداره وگرنه گریه کردن اصلا برات خوب نیست حسن نباشید یا راستش دیدم این دختر خورد شده جلاش چیزی نگفتم این قول سوم نسبت به دو قول دیگه وضعش اصلا خوب نیست
یعنی چی خانم دکتر؟ یعنی شاید اگه یه دکتر دیگه جای من بود اصلا سختش میکرد، اما من دستم به این کارا نمیره. ببین میدونی چی هستم پسرم؟ زنها تو این وضعیت فقط باید حالشون خوب باشه، میفهمی؟ که فقط باید حالش خوب باشه. خب میخوایی در بس کره کنم؟ لیلا جان دست شما درد نکنه، نمیخوام. چشم بچه شما بکنم. خدا رو شکر خانم دکتر که آزمایشم خیلی خوب. مادر جون میگه این گلا زود ریشه میده. دیدی اصرار داشت بنویسه تو اجارنامه سه نفر؟ حال ما شما این پنج نفر چیکار کنیم؟ نه آدم خوبیه، بیرونمون نمیکنه که. بعدش همین خیلی خوبه که گلا خودشون زیاد میشن. نه سلام علیکم. سلام. ببخشید معذرت خواهم، شما کمک کنین چون حالش خوب نیست، دردشه. اگه میشه ببریمش بیمارستان. آره ببخشید. به ماشین من ببرید. بذارید. خواهش شما ببینید من. خواهش. لیلا جان. لیلا جان خوش کنم هدیه خواهم. چی میگی؟ هنوز که داری گریه میکنی؟ دیدی که دکترم گفت چیزیت نیست. انقدر زود ازدواج کردی به خیالت خبری بود؟ نکنه شوهرتو دوست نداری ها؟ رفتن سونوگرافی. خب سبا بودم واقعا ستا بچه خانم خدمت شما. مرسی ممنون. سلام علیکم. سلام علیکم حاج آقا، باز افتاده به جون این باخته که چی؟ پاشو به جای این کارا آسنات بزن بالا، یه استخاره اورژانسی برای ما بگیر. کریم آقا استخاره قرص نیست، روزی دو نوبت بر موارد اضطراره عزیزم. شما این چیزها را که نمیفهمه،
بعد از 3 سال امروز به من زنگ زدن گفتن اسمت در اومده. آماده باش 4 ماه دیگه برو حج عمره. به سلامتی. من اومدن رفتم بازار تمام وسایلاشو گرفتم و روی کمک شما من حساب باز کردم. البته من که مشرف نشدم حج عمره، ولی اعمال زیاد سخت نیست. همه میگن سخته، شما میگه آسونه. آقا ما مثل شما نیستیم که به مکه نرفته بشیم. حاج آقا من اعمال مکه با شهر میرم جره منه ارجه دستن. چشم معلومه که خوشحاله. اصلا احمد میگه برکت دختر زیادتره. آره همه چی خورد خورد گرفتیم، شما دیگه چرا نگرانی مادر جون؟ مادر جون این عرق کاسنی هم که میخورم و هنو از تو داغم همش کلافم. ای بابا اینو نگفتم که شما نگران بشین، که اصلا قلبتون خوب نیست. اصلا یه چیزی بشه احمد هست دیگه. شیشم آره نمیدونم. من اصلا اگه کم و کسری باشه اول به شما میگم، خیالت راحت. توفال شدم. نگفتی لیلا؟ من مادر ندارم بیاد اینجا کمکت بکنه. چجوری میخوای 3 تا بچه رو تر و خشک بکنی؟ من خاطر خودت میگم. مادر نمیتونستم بیام باشه. ولی نمیتونستم زهرا خانم یا خاله زینت بیام پیشه؟ نمیشه بهش بگم سه قلو دارم بعد بگم نه یا تهران که. زمونم نه یه چیزیش بشه من چیکار کنم؟ سمانه رو دیشب پیدا کردم. خب دیگه اسمی نبود که باسه این شروع بشه منم دوستش داشته باشم. قشنگه نه؟ احمد آقا چایی تو بقید سرده شمو؟ دست شما درده کنه میمار. ببخشید من اگه به خاطر مخارج بیمارستان نبود اصلا عجله‌ای نداشتم. چه حرفی همون میزنم؟ من راضی، شما هم که راضی باشی الحمدلله خدا راضیه. زنده باشید انشاءالله. قسط آخر میره سر چیز سر ساخور آقا جلالی. چشم اینجا رو تموم میکنم. احمد آقا آدم پول از زمین که پیدا میکنه اول میشماره بعد میذاره تو جیبش. نه دیگه شما شماردی من خیالم راحت. بگو شما در خدا حافظ شما. باشه مادر میخوام این کلا دارا رو میتونم بپرسم؟ همین سر نفش بده. چقدر زود اومده؟ مشه قرار نبود که هوا تاریک بشه بیای. ببین آخه من دیر میام میگی چرا این وقت شب اومدی، زود میام میگی چرا زود اومدی، شاکی میشی. قرارم با دوستان به هم خورد. این چه وضعیه؟ حالا من مهمون دارم. برو 1 ساعت دیگه بیار. یعنی چی مهمون دارم؟ کجا برم من الان؟ چرا اینو از من میپرسه؟ برو اتاق بالایی. برو. برو دیگه چرا با اشتاد من نگاه میکنی؟ قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آقا نشد. بسم الله نگفتم. یه بار دیگه. قل
هو الله احد نشد آقا، بسم الله نگفته، ببخش. ببخشید من فضولی کردم. نه بابا اشکال نده، خودم بازشون کردم. آره بابا دیگه بالاخره باید بازشون کنی، تاشون کنی، تنشون کنی. آقا احمد اینا رو خریده، بزرگی و کوچیکشو نمیدونم، حالا صرف واسه کلی میخواییم خرید کنیم. بزرگ؟ این واقعا بکنم اندازه من باشه. نه شوخی کردم، واقعا دو سال دیگه اندازه‌شو میشه. نگاه جان جان جان، وای وای نگاه چه قشنگه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینطوری که نمیشه آقا جان، شما هر چی گفتین گفتم چرچشم، این یه مورد من نمیتونم. شما وقتی تشریف ببرین اونجا محرم بشین، اصلا واجبه که زیر لباس احرام هیچ لباس دوخته شده ای نباشه. مرد حسابی چی واجبه؟ این حوله ها یه تکان که میخوره میفته. من نمیتونم با یه دستم حوله رو بگیرم، با یه دستم چند با شیطان رو سنگ بزنم. اگر شما خودتون بودی این کار نمیتونست بکنه. حج عمره تشریف میبرین شما، رمی جمرات اصلا واسه حج تمتع شما رو اصلا اونجا نمیبرن. من یه هفته بعد از عقدم فهمیدم شوهرم معتاده. یه جوری هم درست نمیشد دیگه. الانم هر کاری میکنم مرسی که پا نمیشه بیاد طلاقم بده راحت شم. چیه؟ من میخوام طلاق بگیرم، تو چرا هول شدی؟ احمد آقای شما تو کدوم دسته؟ بشی بشی من جواب میدم. واقعا نمیخوای چی بگی احمد آقا؟ یه کار مثل طلبکار به من زنگ زده، هرچی نیشوکنهای بلدت بارم که باور کن اگه مهمون نداشیم خودم جوابشو میدادم. حالا زنداداش یه حرفی زده، شما اینقدر پیشو نگید. پرشم شما خودت مگه هرچی نمیگی جاری فامیل نمیشه؟ چقدر جدیش نگیر دیگه. خودم میدونم اینو، ولی قرار چند بار سهم خودتو از اون یه زر خونه آقا جونت به برادرت ببخشی. دستشون تنگه، خودت هم میدونی. منم رو حساب قرض بهشون دادم. مسته نخور. آقا شما نشنیدی که پای تلفن چی میگفت؟ یه ریز داشت غور میزد. به شما ازشون دفاع کن. وای وای وای، مگه دکتر بهت نگفت اینقدر عصبی نباش، بچه ها میفهمن. من خودم دخوام دکتر چی گفت. اول آشتی؟ من پای. اول آشتی؟ آشتی کنم. دقیق بگو چند روزه؟ 5 ماه و 8 روز اگه امروز هم حساب کنی. چقدر دیگه مونده؟ 4 ماه و منهای 8 روز. دستتو بگیرم پلا کن. میرم. بابا جان نترس، تو که تا دیشب همش رو بلد بودی. پاشو بریم، هواپیما معطل شما نمیمونه. ها دخترم چیزی نگو، من قاطی کردم، تو برو به کارت برس. برو برو بلنش برو. من فقط بی خودی عصبانی میشه. نه برو برو. آج آقا ببخشید، طواف بعد از نماز بود یا نماز بعد از طواف؟ اول طواف بعد نماز. من کلن همه چیزو قاطی کردم، بعد از نماز چیکار میکردم من؟ کریم آقا این که همراهتون هست، بعدش هم اونجا از روحانی کاروانتون جدا نشید موقع امان، همه چیز بهتون میگه. باشه حاج آقا ببخشید ها، روحانی کاروان ما مثل شما به حال نیست. اون اونقدر تون تون حرف میزنه من همه چیز قاطی میکنه. ببخشید.
یه عرض خصوصی داشتم. ایلا میگم فقط حواست باشه از ذهنت در نرش به سقوی ها چیز به بابام بگی یا این بیچاره همینجوریش هم هل کرده بهش هم ذکر نمی کنم. خب بگی قرار نبود قبل سفرشو خودت بهش بگی چرا نگفتی؟ حالا بهش میگم بذار بره برگرده یواش خودش میفهمه دیگه. این وسط نامه من بله شاید من برنگشتم. دوره جونه تو چشم بدون چشم یه امانتی هم دارم این امانت پیش شما باشه نگاه نکن بذار تو مال محوارست بگو آره بذار شما نمیخوره. من انشالله از مکه چه برگشتم سعی میکنم اصلا اخبار محوارم هم نگاه نکنم. این شد بابا نخواست سخت نگیری نه امانتون هم انشالله اصلا پیش میدم. اومدم دخترم. بفرم بفرم کریم آقا یادتون نرم دعا کنید. دعا که چیزی نیست دخترم اونقدر دعات میکنم که انشالله به سلامتی. کریم آقا کریم به سلامت. دست شما درد نکنه خدا به سلامت. همه زحمت کشید تمام لباسا لک شدن. لیلا جان این دیگه بخ کردن نداره. من همه اینا رو میشورم عین روز اولش میشه. اینا رو ببین آخه تو اینا رو 10 بارم بشونی نمیره. من اینا رو میشورم شما تو اگه تشخیص بدی کدوم نوع کدوم رو شستم به جایزه میدم. ببین آخه. یالا بفرم بله. صاحبونه. بله بله بفرمایید. مهمونه اینا هر روز همشون ترشی میدن. انقدر سخت نگی. من برگشتم خودم همه رو برات میریزم تو ماشین لباسشویی. ببین شوهری که با دست لباس بچه‌هاشو بشوره تو آسمونام پیدا نمیشه. باید دو دستی بچسبیش نه اینکه سرش غر بزنی. لیلا 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 چی شد؟ چی شد؟ ها چی شد؟ در؟ خیلی خوب، خیلی خوب، نترس، نترس، هیچ چی نیست، بلند شو، بلند شو، بلند شو، با ماشین من بری، بلند شو، باشو، 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 نترس. از این فرشته خانم بیو بابایی فکر میکنی این دخترها به کی دارن؟ من خیلی زوده و بزرگتر شم. من که دعام کنم به شما برم خوشگل بشن حداقل اینطوری زود شوهرشی میدیم. از بسشون برمیاییم با هم. خیلی دل باپسم احمد هنوز اون طفلی تو دستگاه. توکل کن دکتر گفت خوب میشه. ببین به خاطر شرایط اون دختر فعلا که مریض تو بخش کمه به نسرین گفتم کسی رو تو اتاقش بستری نکنم. ببین پسرم اکسیژن برای اون بچه مثل شیر واجبه ها. حتما بله بیا اینم نسخه جدیدش. بله دست شما درد نکن. باشید امکان داری یه در صداشو بلندتر کنی؟ بله خاطر اینکه ما یه بچه تمایزی بین شیرهای یاران نه چند باید تو حساب کرده شما؟ خوب حساب کرده با امرا اومد آدم خوبیه پرده خوب میشه با جون را نایمه شما که خوبی خدا رو دادم بچه دارا برسه از نبوشی بد اوزایی هم بفرما از شما درده جود جسارت نباشه
باشه. مهد کودک دادیم؟ ببخشید شما از کارت افتادید. از این حرفا دیگه نزن. سختتون نیست سر ساختمون میخوام میشم. نه چه سختی؟ کلی کار عقب افتاده دارم. میمونم اونجا کارامو انجام بدم. دختره خونه تنهاست شب و نترسه. هلی خانم؟ نه. حاجا خانم اونجاست. بفرمایید. سلام علیکم. قدم نورسیدا مبارک باشه. خوش اومدید. ان به سلامتی. سلام خیلی جان. علیکم سلام. مبارک باشه ان شاء الله آجام آقا. قبل از اینکه بیایم اینجا رفتیم اتاق نوزادا دخترا رو دیدیم. لطف کردی. قدمشون مبارک باشه ان شاء الله. دایی جان به مادرشون که چیزی نگفتی. خیالت راحت باشه. من خواهرمو بهتر از تو میشناسم. زندایی هم بهش نمیگه. بله. بفرمایید. خیلی زحمت کشیدین. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. بچه را تو جاش ورداشتی خوب بذارش خوب نیست دیگه بذارش اینجا باش گریه میکرد دکترم گفته گریه کردن براش ضرر داره لیلا جانم نرگس قشنگه نرگس بوش با سمیه و سمانه فرق میکنه با سین شروع نمیشه ها با سین که تموم میشه نرگس گریه نکرد؟ اکسیژنش رو عوض کردم ولی هنوز نفس میکشه خس میکنه ده بمیرم بچم خودش میدونه نباید گریه کنه بسم الله الرحمن الرحیم بذاری یا بخلی کنم یا برو فقط دم با خواهر خودم یا لباستم شکم احمد جان بایسی لباستم کشم بیا قربونت برم من بیا خوش گریه کنم بیا جونم جونم دخترم تیک تکت گرفته از وقتی مامان شدیم خوشگل تر شدی جانم دارم مهندس همسایه ولی کیه ها؟ پیتو میگرده ها؟ بله یه آقایی به منم صحبت کرد من چیزی از حرفاش نفهمیدم به نظر آقایی مقدار خورده کار برقی داره متوجه شدم اونجا ببین من بهت بگم اول باید کار اینجا تمام بشه بعد چشم فهمیدی؟ شما انقدر خوش حسابی من اینجا نمیرم خیلی خوب من میرم صداش کنم خودت بهش بگو چشم یعقوب بیا
حالا من اول که دیدم ات فکر کردم یکی از این واحدا رو پیش خرید کردی. ان شاء الله خدا درت بده. ببین پسر جون، من طلبه جوون زیاد دیدم، ولی آدمی با حال هوایی تو میخوام. شما لطف دارین خیلی ممنون. من عرض کردم خانواده اهل سینما و تلویزیون هستم، ولی من خودم زیاد حوصله‌ام نمیشه. اینجا سر و صدا زیاده. یه دقیقه بریم دفتر ما بشینیم حرف بزنیم. آقا هیدری، من وسایلم گذاشتم اتاق شما. نه نه خیلی ممنون، ببخشید من دیرم شده. حاج آقا، حاج آقا، حالا شما این متن رو بگیر بخون، نظرتو بهم بگو. همین بخونم کافیه؟ بله چشم، من متن رو میخونم بعد نظرم هم خدمت نرد. زنده باشی. خیلی ممنون، دست شما هم درد نکنه، وقت گذاشتید، با عزتون. کیفیش با مزن تو عکسا، عکسای نرگس که از همه قشنگتره. تو شرکت همه عاشق نرگس شدن. لیلا بیا ببین. نزن این وری بری جلو. اون نرگس هم شاخلوم که من آرام ده. سیسکه ده ایسوز، من چخ شیطانیده. یعنی چقدر میخواد کرایه رو اضافه کنه؟ چه میتونم بگیشم؟ بابا میترسه دو سال دیگه بچه های تو بزرگشن بالا سرش بدو بدو کنن، خوابی شبش به هم بریزن. دست خودتون چه تو کاره؟ حدس عمرش سه سال طول بکشه دیگه عمر ما کفاف نمیده به حدس واجبه برسیم. مگر اینکه شما پارتی ما باشید، این حدس واجبه رو بندازید. بعد من دعا میکنم. این تسبیح هم اصلا؟ بله، دست شما درد نکنن. احمد آقا هیچی آدم نمیره، تو خانه خدا نشسته بودم داشتم پسر شما را دعا میکردم. یه مرد سیاه پوش کنار من نشسته بود، اونم بلند بلند به زبان خارجی دعا میکرد. فکر کنم تو اون شلوغی مکه دعامون قاطع شده. میخواییم بچه رو بدید به من؟ نه راحتم، راحتم. سرزده اون برمیاری بچه بیدار میشه. هست با سرزده بیدار نمیشه. بیشه بیم من بابای بیدار رو ماست. بشه یادم داد اکسه من سن تزغی نگاتر دادم دا. نخصو بر من اوشاک. شما بیا این اکس رو نگاه کن با دوربین بچه. اکسی بخوام چه خودشو میبینم دیگه. احمد آقا میدونی چه قش شده؟ حساب کردی یاران چقدر میشه؟ من حساب احمد آقا از اول ازدواجمون یارانه نگرفته. اون بچه که گریه میکنه شیر میخواد. من بردارم، من بردارم. چرا خون شده؟ بفرمیم لیلا خانم، من اجاره خونه را اضافه نمی کنم، ولی از شما خواهش میکنم مواظب باشه شب بچه ها کم گریه کنن. هدیه حواستون وار هی منه دمه ها بابا 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 چه من ددمی آندردون. آقا دست در نکنه. هدیه فعلا اینجا بمون، به این دوتا کمک کن. حال معذرت میخوام، ببخشید. من میتونم این دوتا آمپولو بذارم اینجا باشه بعد فردا صبح دوباره مزاحمتون بشم ببرمشون؟ نمیدونم، مگه خودتون سفارش نده بودی؟ بله بله، نه یکیشو برداشتم، اینو فردا صبح حتما مزاحمتون میشم. نمیدونم، بذارم از دکتر سوال کنم. میشن لحظه اجازه داریم؟ ممنونم. امیر جان، جانم. خودت میدانی که ساخت و ساز خوابیده. نگاه کن این تمام چک های یکی چی مال مالک هست، همه برگشته. بله اما به جان خودت نباشه، از اون به جد رو
فقط تانستم یه مقدار برای تو جور ناقابل بس شما در فرمان ببخشت عمو جون مواظب باش حواست کجاست قربونت برم ببخشت ببینو تو چوبا تلفن همراهت جواب نمیدی ها چطور میگی اون آقای مهندسی بود که سر ساختمان قبلی یادته بله بله. سراغت میگیرم همونجا همینجوری دیدمش کار برقی نداشت خیلی خوب کاری نداری سلامت باش خیلی ممنون مواظب خودت باش خدا حفظت گردی بازم ممنون بمان یعنی نمک تام بتونم با دست حضرت حق بخوایم اسم اولا رو که ما نذاشتیم خودش گذاشته خودش گفته اسم من رزاقه رزقم یادتون باشه فقط مال این دنیا نیست گاهی ما تو همین رزق مادی گیر میکنیم و اون یه رزق دیگر رو سر رامون میذاریم نه نگو اون رزق رو میده بنا داره ببینه بندش با اون چی میکنه قشنگ که رفتار کردی میشه فتح بارکن خرابشم که کنی خب خودت خسارت دیدی زنده باشی بله بله نه من خوندمش بله خیلی قصه قشنگی داره من ده دفعه شما نگفتم اینو وسیله اینجا بله الحمدلله منم خوبم بله بله صداتون میشنم صداتون میشنم خدا رو خوش کن دیگه من به نظرتون بیرون ندارم شما نگفتم فرخون بیان همون موقع من حاج آقا اصلا ندیدم بفرمایید حاج آقا بفرمایید راه بده حاج آقا رد شه شما بفرمایید حلش میکنم راه بده حاج آقا رد شه تکلیف شما رو امروز مشخص میکنم من از شما آقا نگاه کن برداشته بابا چی کار کرد ببخشید آقا شما چه میدونید لباس حرمت داره دیگه تکرارش نکنید دیگه من شما داشتم کار میکردم حاج آقا اصلا ندیدم طرف کی هست به من ببخشیدش ببخشید سلام علیکم ببخشید من مرادی هستم تشریف بیارید طبقه سوم بله بله خیلی هم ممنون خدا نگهدار آقا دست شما درد نکنه خیلی ممنون دست شما درد نکنه من اینو درست میکنم ببخشید آقا تلفن ضروری بود. خواهش میکنم اختیار دارید. عرض کردم داستانو که خوندین. بله بله بله. مسئله خاصی هم که نداشتی. نه نه من مشکلی نداشت فقط من چون از بازیگری چیزی نمیدونم. بله ببخشید ببخشید. اتفاقا چون قرار نیست بازی کنی برای فیلم مناسبی. یعنی خودتی. بله. لطف دارین شما خیلی ممنونم. خب اینم قرار داد. دست شما درد نکنه. فقط میمونه امضاش. بله بله فقط یه نکته. آقا معذرت میخوام ببخشید ببخشید. ببخشید. اجباری وجود داره برای اون کافیه ببخشید صورتشون کار خاصی لازم نداره خیلی ممنونم دست شما درد نکنه خیلی ممنون خب احمد آقا چیزی می‌خواستی بگی من نه 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 خب پس شروع می‌کنیم بسم الله زندگی خودم واسه 10 تا فیلم بسه. وقتی میگم نمیخوام شوهرم با 3 تا بچه بره نقش شوهر زن دیگه ای بازی کنه، حرف بدی میزنم؟ کجا گفته بودم؟ طلبه دانشگاه قبول شده در خدافزی میکنم به خانش که بده حالا بعدش قشنگتر هم میشه چون سر یه دورایی قرار میگیره البته لیلا خانم بازم هرچی شما بگی ها ولی من اگه کل شهرم چراغونی کنم کجا 10 میلیون بهم میدن ریال؟ تومن دیدی حواست نیست
ولی من شرطه خودم دارم. بچه رو درست بغل کن. احمد آقا فیلمش در مورد سیغه و زن دوم و سوم این حرفا نباشه. شما خیالت راحت باشه لیلا. اون لباس قرمز رو خوش داده تنش کن. شلوارش نم داره نمیپوشتم سرما نخوره. چه سمیرم بخوره. بعدش هم من گفته بودم که قصهش از این حرفا نداره. هر وقتم دیدی فیلمش خوب نیست بگو من دیگه بازی نمی‌کنم. یه بار گفتم شما اگه داستانشو خونده بودی این حرفو نمی‌زدی. من میگم شما اهل این حرفا نیستین. احمد آقا فیلمش خوب میشه. ولی این وقت سر فیلم برداری با خانم این وقت کرکر خنده راه بندازی وقت میدونم شما چی کردی ماما؟ باشه میدونی که من از شما بعیده همچین حرفی بزنین لیلا خانوم. شلوارشو دوتاش کنم دخترم سرما نخوره. شرط دیگه ای نداریم؟ زیر اون گازم کم کن. خدا رو شکر فکر کنم مامانت شرطاش تموم شد. همه چی برداشه بگیر از کارسو شناسی. بفرم. یعنی هیچ راهی نداری؟ کریم آقا من چند دفعه عرض کردم خدمتتون نمیشناسم کسی رو. بابا دیره. سلام علیکم. سلام حاجی پارت بازی کی نکردی؟ لااقل یه دعا بکن ما امروز خلاص بشیم. بابا من اونقدر رفتم اومدم خسته شدم. ان شاءالله خطا به خیر بشه. البته اگه دعای من قاطی نمیشه با دعای دیگران. هدیه راستی که میگن آخوند حاضر جوابن ها. حاضر. من هم که علکمون ناخوشم گند بشه. بخشی ما دیرمون شده. اختیار داری. بریم بسرم. خوبی احمد آقا؟ بله. نه آقا خوب نیستم. شما هی به من میگین برو تو قطار دوباره برگرد تکرار میکنیم. برو تو قطار دوباره برگرد تکرار میکنیم. احمد آقا این تکرار تو سینما طبیعیه. درست میشه. شما هم بفرمایید من 24 ساعتم میشینم اینجا هی داخل قطار میشم میام میشینم هی داخل قطار میشم میام میشینم. ولی من واقعا دلم واسه همکارای خودتون میسوزه. داخل قطار نشستن هی به خاطر من بعد تکرار بکنن. خسته شدم بنده خدا. من الان باید توی همون واگن پیش همون بچه‌ها باشم. بله شما بزرگواری کردین. به خاطر قوت قلب من نشستین اینجا. اجازه بدین من زحمت رو کم بکنم. پولتون هم بهتون برمیگردونم. یه مقدارش رو خرج کردم ولی یه فرصت بهم بدین تقدیم حضورتون میکنم. الان دیگه وقت این حرفا نیست. اون قطار که برسه دوباره اجازه بدین من زحمت کم بکنم. من قول میدم یه طلبه جوان درجه یک همون چیزی که شما تو ذهنتون دارین براتون پیدا کنم بیاد براتون بازی بکنه. چطوری شدی؟ اجازه بدین من زحمت کم بکنم. چند هفته چقدر عوض شدی پدر صلواتی. یواش یواش باید فکر جهیزیه باشیم براشون. چشم هم بزنیم بزرگ شدن باید شوهرشون بدیم. تو دلت میاد این دست گلا رو شوهر بدی؟ به کارت برس. یادتا چی ها خوادم گیج میشه داخلی روز شب خارجی چی؟ نه قصتش قشنگه. شما حالا نخوندیش کامل. هیچی حالا بخون. بخون. این لباسان هم دارن و باید پهنشون کنیم. چشم. بدار. دیدی گفتم نرگس شبیه شما میشه. خیافش نگاه کن. همهشون به من میبرن. حالا هدیه گفته تونتون میخواد ازشون عکس بگیره. دستشون درد نکنه. این را میبری آشپزخونه به هم نریزی. خودم میام جمع و جورش میکنم. امید جان چه خبره اون پایین؟ خیلی شلوغه اون ماشینا رو رد کن برن. خیلی ممنون بفرمایید. بارو فیلم برداریه. بارو مسافر نیستن. بارو اون همه تاکسی اونجا چیکار میکنن؟ ردشون کن برن. بله الان مرتب میشه. میشه به آقای کارگردان بگین اگه میشه بریم یکی دو تا خیابون بالاتر فیلم برداری کنیم. ببخشید مردم نمیدونن شما
الان جلوی دوربین تک هم مسافر میخوام سوار کنم. این همه خیابون توی این شهر از شما سام اومده توی خیابونی که دو تا گوشه بالاتر منزل ماست. من خواهش میکنم از شما اگه میشه شما بهشون بگید اینو بگیریم رفتیم اینو بگیریم نه آقا الان بگیریم وایسیم بریم آقا میشه بهشون بگید وایسیم بگیریم بریم آقا بریم بریم صدا دوربین حرکت. احمد آقا بفرمایید. سلام علیکم. سلام. حال شما خوبه؟ خوب هستید. زنده باشید. تشریف بیارید من میرسونمتون. نه خیلی ممنون من باید بمونم اینجا. بابا چرا تعارف میکنین با من؟ من مستقیم میرم. نه خیلی جا... من میرسونمتون. بفرمایید. سلام. سلام. سوار ماشین شده؟ بگیر موبایل حاج آقا ببین چی شد. جواب بدین شاید لیلا باشه. نه این زیاد مهم نیست. نه ترسی نه حالا من دست فرمونم خوبه. خب اگه از بدیم من زحمت کم میکنم همینجا بیارم. چرا اصلا راهی نایمدیم که؟ من مزاحم شما نمیشم. نه بابا مسئله نیست. منم عجله ای ندارم میرسونم اتون دیگه. نه چون ببخشید من اصلا قرار نبود سوار ماشین بشم. قرار بود همونجا بیستم. ماشین لطف می‌کنی نگهداری من داداشم چون خیلی دوست داری. بذاریم بیام. تو خودم هم بعدی ادبی می‌کنم از شما. من پیاده بشم چون من خیلی عقب تر بیام. ببخشید خدا نگهدار. خدا نگهدار. پیتزا دوست نده با احمد آقای چون قد دیر نمیام خونه نارد من یه کاری برش پیش اومده میاد یا اینا گفتم امروز احمد آقای شما رو تو خیابون دیدم چقدر خجالتیه نمیدونی چقدر سرخ و سفید شد اینقدر گفت کار دارم که یه چهار جلوتر پیادش کردم چون بیا بذارش رو تخت بخوابه تا بیدار نشد بخوری بگه بابا این مسلماتی شیرنی و طلاقه ها مردی که وقتی فهمید حکم طلاق جدیه داشت پر میزد جلو قاضیه هم گفت ترک میکنم نمیخوایی زدی بهش فرصت بدی چه واقعا خیلی دوستت داره یه چیز برگرم بهت بگم ها دوستم داشت که تا الان ترک کرده بود دیگه من باشم برم کن چلوار رو بابا هم بدم الان سر صدا میکنه بچه ها بیدار میشه داشتی مامان بخوابه گردی کرد
درجات بخوابی. خانم بیدار شدی؟ قربونش برم چششو باز کرده باباشه قبل از رفتن ببینه. قربون دختر گلم برم. مادرم همیشه میگفت دختره که در بر پدر مادرش باز میکنه. خدا بیامرزدش. تا همین اواخر هم دعا میکرد دختر دار بشم. عروس شدی ما رو دعا کنی یا شما که هستی من خیالم راحت حواست به مامانت هست. بابایی داره میره سر کار، وقتی هم من نیستم شما گریه نمی کنی چون مامانت تازه خوابه. خداحافظ بابایی. حرکت. بذار توجیهت کنم آقا. اینجوری به شما نمیگه. آقا خوش خب ببینید بچه ها، ما هم بحث میکنیم. همین. خیلی خوب. تو چرا یقه اینو گرفته بودی آخه؟ میریم دوباره بگیریم. خانم آقای به من کنیم. قرار بود که اینا یه جماعت دانشجو باشن. تو حیاتی دانشجو که دارم با یه بحث سیاسی میکنم. آقای الله. خب احمد آقا. اینجا اون صحنه آخر رو میدونم. یکی از دخترها میاد به سمت شما که عذرخواهی بکنه. بله. منم میگم درکتون میکنم. من از این برخورده زیاد دیدم با این لباس. درسته؟ خودش. بله. بریم بگیریم. بفرمایید. نه، اینجوری جیغ نزن.
اینم قسمت نرگس خانم شد. سلام علیکم. از اون آخوندهای زرنگی ها اول که دیدمت معلوم نمیشد. سر ازاره نوشتن گفتین قرار ما 3 نفر بشه. 2 هفته من رفتم مکه برگشتم شدیم 5 نفر. نه اونم که من توضیح داده بودم خدمتتون. بله فرمودین. بله بله فرمودین که من تو حوزه علمیه درس میخونم. یهو از سینما سردره آوردین. بفرمی شدین آرتست سینما. بفرما بیا این مال تو. ما رو ببینید چقدر ساده ایم. خونمونو به چی اجاره دادیم. چی میشد دست منم میرفتیم میبود صرفیم برداریم. یه دقیقه اینجا نمیدونم. شما هر جا بخوای بری من خودم میرسونم. بگمونه تنهایی نمیتونم برم. یه ماشین دربست میگه میرم ترمینال. بلا جان شما اصلا به من بگو چه اشتباهی کردم. خودت نمیدونی چیکار کردی نه. آره من اشتباه کردم. من اشتباه کردم دیگه. من اصلا اشتباه کردم اومدم تهران. اشتباه کردم کار کردم. اشتباه کردم اومدم فیلم بازی کردم. بعد مثل بقیه طلبا میشستم سر درس و بحثم. بعدش هم میرفتم منبر. مثل آقای خدا بیامردم. که وصیت کرده بود منم همین کارو بکنم. اینجوری خوبه؟ این خوبه لیلا؟ نه من واقعا اشتباه کردم. بعد 3 تا بچه میدیدی؟ چونم دخترم. بایی سلام بردم بالا. شما بمونید خونه من میرم. ماما میمونه خونه پیش شما. شونه
میکنم این خیلی خرابکاری کرده. بابا تازه عوضش کرده بودم. چه هست دیگه چه؟ ماما تکون نخور دخترم دیگه. نبینم خسته شده باشی یا لیلا خانم. بابی شد احمد آقا که برش کنی همش پال بر دل تو بچه باشه اینجا کمک کنم. بابی صد کار دیگه. خدا سه تا فرشته گذاشته تو دامنت و تو این ناشکری میکنه این بغ کردی. نه تمیزت کرد؟ تمیز شدی؟ خوشگل شدی؟ آره کارای خدا عجیب غریبه دیگه. به یکی سه تا یه جا با هم میده، یکی هم حاضر همه زندگیش رو بده که صدای یکی از این بچه ها تو خونش بپیچه. منم خدا رو شکر میکنم. معذرت میخوام. خواب بودی؟ آره خواب بودی. ببخشید عذرخواهی میکنم. دست شما درد نکنه. من برگردم اونا رو درست میکنم. اما سلام علیکم. ببخشید سلام علیکم. ببخشید کلاس حاج آقا شالی. دیشب با یه چند تا بچه ها رفتم مجلسش رو همین طبق عادی برگزار. همین راجع به مواد و نوشیده بس قشنگ حرف میزد که بزنم تا آخر جلسه نشستم. دیگه همه صحبت هایی که همیشه هست دیگه. خوش با حاله من بکنم. گفتم روایتی که خوندم از کیه؟ آج آقا نترس نترس. آی سپرشور بگو روایت از کیه؟ کسی که برای کسب روزی حلال خانوادهش تلاش میکنه مثل مجاهد در راه خدا. من از شما ترجمه خواستم؟ ترجمه خواستم؟ من گفتم حدیث شریف که خوندم از کیه؟ حضرت رسول صلوات الله علیه. درسته؟ همه شماست. آفرین آفرین. بفرمین مرد باید نوکر زن بچهش باشه. بله. آی سپرشور اگه ایشالا قسمت شد مشتهد شدین فامیلیتون زیاد مناسب نیست، بهتر عوضش کنی. خانم خوب متوجه شدی؟ بله. چیزی لازم نداشتی؟ ممنونم. پس یادتون نرفت که 10 دقیقه میذاری برگ گردو دم بکشه. متشکرم. یالله جان. یالله. مزاحم شما شدیم.
این حرفا چیه دایی جون؟ خواهرزاده منه، بچه خودمه. خوب کار کردی اول اومدی مغازه دایی جون. چی گفت دایی؟ علاقه بیتمشکه، مسکن اعصاب. زنها زود میبخشن و دیر فراموش میکنن. طبع زن اینه که نمیذاره کسی بفهمه بخشیدن و فراموش کردن. هنر مردم اینجاست که بفهمه چی تو دل عیالش میذاره دایی جون. سلام. بیا تو دایی جون. علیک سلام. گفتیم به احمد آقا؟ حالا که خودت اومدی هر چی دلت میخواد بهش بگو. نرگس دلش برای باباش تنگ شده. داشتیم میافتادیم؟ بعد برای شما نرده بکشم اینجا؟ لیلا جان، لیلا خانوم. سلام. علیک سلام. این نرگس برای خودش کجا داشت میرفت؟ برو برو بابایی، برو میخواییم بچرخیم. تا یه دقیقه ازش غافل میشم و سریع آلاله بوده میخواد بره پایین. سلام بابایی، حال شما چطوره؟ خسته نباشی. شما خسته نباشیم، ما که کاری نمی کنیم که دست شما. سمیه بغل تخت نشسته، طبق معمول داره خراب کنه. ای جونم سمیه خانوم، بیا ببینم بابایی کی قضاشو بخوره اهل دنیا اهل ملامت همزه و رمزه میکنه، پس باید صبر کنیم. آیان این صبر اکسیر اعظم کبریت احمره. خداوند رتق و فتق میکنه، یعنی باز میکنه و میبنده. شما چه کار با اهل دنیا داری؟ به نظرت اومد کار درسته و رضای اون هست، توکل کن. دستتو به زانو بگیر و بلند شو. میخواستن حق حضرت امیر رو بگیرن، میگفتن زیاد شوخی میکنه و میخنده. نتیجهش چی شد؟ اونا کجا؟ علی کجا؟